پلیس پاکستان به مهاجرین افغان در برخی مناطق ایالت بلوچستان هشدار داده که اگر این ایالت را امروز سه‌شنبه ترک نکنند اخراج خواهند شد. مقام‌های پاکستانی از شهروندان افغان خواسته قبل از اقدام پلیس به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک و به کشورشان برگردند. وزارت مهاجرین اما از دولت پاکستان خواسته اخراج مهاجرین باید بر اساس یک مکانیزم مشخص و به گونه تدریجی انجام شود. این وزارت همچنین تاکید کرده که مهلت رسمی برای اخراج مهاجرین هنوز به پایان نرسیده. ترس و نگرانی از اخراج از همین حالا مناطق مهاجرنشین پاکستان را فرا گرفته. موج تازه از خشونت که قرار است یک بار دیگر در آینده نچندان دور آشوب برپا کند. همزمان با نشر این گزارش‌ها، شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد اعلام کرده که اطلاعات مهاجران افغان در برخی شهرها و مناطق پاکستان جمع‌آوری شده و برای اخراج به حکومت مرکزی تحویل داده شده. دلته ډیر زیات اندېښمن دي افغان کډوالو په ویره کې دي. دا ځل د اختر خوشحالۍ هم چا نه دي کړي، ځکه چې دلته اختر سره سره 15 تاریخ هم رالو. کورونو افغان کډوال لا تر اوسه پورې نه دي وتلي او ډیر زیات اندېښمن دي. احتمالاً که به حساب مسئولین دولت لیستای تعداد مردم را دادن ترتیب و به اختیار پلیس گذاشته و ایدار رقمی است که باید در پاکستان خودشان به طور دلخواه ترک بکنند، در غیر از او پلیس باید اقدام کنند. قرار است در این مرحله مهاجرانی که کارت شهروندی و کارت ثبت حکومت پاکستان دارند نیز اخراج شوند. حدود 850 هزار نفر. کابل اما در واکنش گفته دولت پاکستان نباید یک جانبه تصمیم بگیرد و اخراج مهاجرین بر اساس مکانیزم مشخص و به گونه تدریجی انجام شود. مون هم ترې غوښتنه کړې ده چې د مهاجرینو په اړه باندې باید یو طرفه پریکړه ونیشي او د یو ګډ میکانیزم له لارې په ګډ تفاهم سره یو د دې لپاره یو طرز العمل جوړ شي او د هغې له مخې افغانان په تدریجي توګه باندې راوویستل شي. بیا هم که چېرته دغه هیوادونه غواړي، په ځانګړي ډول پاکستان هیواد غواړي چې مهاجرین راوباسي، نو د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت او په عموم کې اسلامي امارت د دې لپاره پوره چمتووالی لري. از دید کارشناسان، پاکستان از مهاجران افغان به عنوان اهرم فشار علیه کابل استفاده می کند و اخراج اجباری مهاجران افغان بدون فراهم شدن تسهیلات برای آنها نقض قوانین بین المللی و حقوق مهاجران است. قطعا این مطابق به اصلاح قوانین بین المللی نخواهد بود که پاکستان بخواهد اینا را بدون از اینکه یک زمینه ای به اصلاح بازگشت آبرماندانه اینا فراهم شد، بدون از اینکه اینا در داخل افغانستان کدام مأمن و جایگاهی برای خود در نظر بگیرم، یا حداقل دولت افغانستان آمادگی لازم برای نداشته باشه اینا رو اخراج بکنم، این اما نقض حقوق به اصلاح پناهندگی و مهاجرت محسوب میشه. با مشکلات اقتصادی سیاسی اجتماعی که امروز حکومت پاکستان با آن درگیر می باشد، به این بهانه فشار آوردن تا مهاجرین افغانستان را از کشورشان خارج نمایند، که البته حکومت پاکستان می خواهد به این بهانه فشارهای خود را برای حکومت سفارتخانه افغانستان وارد نماید و از این وسیله به شکل ابزار سیاسی استفاده سو نماید، که البته این کار به نفع هر دو کشور نبوده. با این همه در مرحله نخست اخراج اجباری مهاجران افغان حدود 1 میلیون نفر از پاکستان به کشور برگشت داده شدند. مهاجرینی که برخی آنها در شرایط سخت و در زیر خیمه ها زندگی می کنند. برای بحث بیشتر پیرامون تحولات اخیر در پاکستان همراه میشیم با آقای میرحمد رؤوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان. آقای رؤوفی وقت شما بخیر. اجازه بدین سوال و بحث هم مطرح بکنیم. شما ناظر بر اوضاع هستید، اوضاع اخراج مهاجرین، از ماجرا بر ما صحبت بکنین، وضعیتش چی قرار است؟ سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان و شنوندگان تلویزیونی و دینی شما و همکارهای عزیز. عرض باید بکنم که ما مهاجرین در مجموع منتظر عملکرد یا فعالیت های پلیس در کشیدن مهاجرین گویا غیر قانونی که به زمین دولت از گذشته ها دارای کارت ایتیجی بودند و میال کارچان الا 15 اپریل ختم شد و بار دیگه برای تمدید از دولت تصمیم گرفت که این میاد تکمیل نشود و مهاجرین به شکل داوطلبانه
کشوری ما یعنی پاکستان داوطلبان را ترک کنند به وطنشون به افغانستان برگردند. در غیر از او دولت تسلیم جهیزه که تای عملیات های جداگانه این تعداد مهاجرینی که دارای کارتا بودند و مدت ها زمانی را در پاکستان سپری کردن دستگیر و جبرانی را اخراج میکرد. این فیصله شون است که امروز روز اولی ختم میعاد تعیین شده است. بله. آقای روفی، حالا چیزی که اینجا نگران کننده است کسانی که کارت اقامت دائمی هم داشتن مثل ACC کارت و کارت POR داشتن که مدت‌های مدید در پاکستان زندگی کردن، اقامت داشتن، خانه، اینا هم اخراج میشه. اینطور یک میکانیزم هم متاسفانه وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟ دقیقا از خدمت شما باید بگویم که همین مرحله دوم اخراج مهاجرین تنها و تنها انعکاسش از دارندگان کارتای ACC است. بله. و از POR که در گذشته زمان در سال قبل برای انجام داده شده این شاید دانوز مطرح نیست و اگر مطرح باشه شاید در مرحله سوم اخراج از مهاجرین که آرام آرام روزی برسه که همه مهاجرین از افغانستان از پاکستان گلمش برچیده شود. یک پلان و پالیسی دولت پاکستان است و او اندازه ای که لازم است. باورم نمیه که کسی با جزیات این در آنکه استراتژی پاکستان اطلاعی به دست بیاره و او را وانمود بسازه. ولی در مرحله دوم اخراج تنها دارندگان کارت ACC که در سالهای قبل برای اجرا کارت ACC در دولت پاکستان داده شده بود در تمدید از او دوباره دولت تسلیم نگرفت. فیصله کردن که باید تعداد مهاجرین کشور ما را به شکل داوطلبانه ترک کنند. دقیقاً. آقای روفی، سوال اخیری است که به نظر شما در صورت آغاز مرحله جدید اخراج مهاجرین چی مشکلات دامنگیر این مهاجرین خواهد شد؟ خب ارزی من باید از خدمت شما ارز کنم که واضح است که ناسوده کجا رود که آسوده شود. مهاجری که در خانه و کاشانه شد یک سال قبل یا ده سال قبل رها کرده و اینجا آمده بخواد آشانگه که کوچک یا در شکل دکان یا در یک مارکت در کاروانی را به خود آغاز کرده ای همه چیز را دوست میده و دیگه به ایک نمیده در یک حالت بلا تکلیفی گویا در فضا و زندگی بکنه و آینده نامعلوم کشیده میشه به طرف افغانستان. افغانستان هم درگیری بسیار پرابلم های اجتماعی اقتصادی و دیگرانی هست که حتی رسیدگی به مردم افغانستان برش در این شرایط دشواره. چه جایی که یک تعدادی کمی زیادی یا میلیون انسان دیگه هم بالای این نمیده در مردم افغانستان بیش شود واقعا بزرد مشکلی فراوانی را به بار خواهد آورد و یک حرکتی است که غیر قابل و تعمل برای تمام مهاجرین و مردم افغانستان. ولی چاره جز قبول ایز نیست. اینجا دیگه لازم از مدهی بازی از پیش ما یا از پیش مهاجرین رفته باید کشورهای جهان کمیساری علی ملل متحد حقوق بشر و کشورهای جهان مداخله کنند و یک روند یا تضیب بسازند یا تا به اصطلاح ایر از بین ببرند و یا سرانجام میکانیزمی برای ازی بسازند که در او سهولت هایی برای مهاجرین موجود باشند. سپاسگزار هستیم از صحبت های شما آقای میرحمد روفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان.